سنت های عقد نکاح البته پیروی به سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم همه آن برکت است. یگان چیزی نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما همچو نمونه نباشند. و سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم در نکاح یکم پیش از عقد خواندن خطبه است. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خطبه حاجت را تعلیم دادند. حدیث با روایت امام نسائی. بنابراین هیچ شک نیست که بزرگترین حاجت حاجت نکاح است. دوم در حق داماد و عروس دعا کردن. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت اگر انسان ازدواج میکرد پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمودند الله تعالی این ازدواج را برایت مبارک گرداند و بر تو در آن برکت دهد و شما را به خیر جمع آورد. حدیث با روایت امام ابو داود. سوم از سنت های عقد نکاح دعا در وقت دخول. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر یکی از شما ازدواج کند و یا خدمتگار زنی بخرد پس بگوید بار الها خیر او و خیر آنچه در وی آفریده‌ات را از تو می خواهم و به تو از شر او و شر آنچه در وی آفریده ای پناه می برم. حدیث با روایت امام ابن ماجه. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر یکی از شما به اهلش نزدیک شود این دعا را بگوید به نام الله بار الها شیطان را از ما و آنچه به ما نعمت دادهی دور بگردان. هر شخصی که این دعا را بخواند اگر کودک از آنها به دنیا آید شیطان هرگز به او ضرری نمی رساند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم.